خامنه ای کجایی که به قلم محمد نوری زاد، همه ما دوست داریم که دوست داشته شویم، محبوب باشیم و در چشم محبوبیت متاعی است دو جوره، یا نرم به نرم بر قامت شعور و هنر و دارایی های انسانی ما برمی افرازد، یا ناگهان به جرقی و تپشی و موجی و هیجانی بلندا می گیرد و کمی بعد به خاموشی می گراید. مستقیم می روم سر اصل مطلب، که چه؟ این که بیش از همه ایرانیان این حضرت سید علی خامنه ایست که به محبوبیت و دوست داشته شدن محتاج است. محبوبیت امام خمینی و خامنه ای از نوع دوم است که ناگهان با تپشی و هیجانی و موجی بلندا گرفت و کم 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 فروغ شد. این روزها طرفداران که هیچ، حتی خانواده های خمینی و خامنه ای شهامت این را ندارند که در میان مردم بایستند و از خمینی و خامنه ای و کارهای کرده و نکرده ایشان دفاع کنند. همان خمینی که یک روز مردم از خود خدا بیشتر دوستش می داشتند و کفش هایش را می لیسیدند و با تماشای چهره سرد و منجمدش های های می گریستند. سید علی برای اینکه تنها ترین محبوب ایران باشد و در چشم همه محبوب های در چشم را به حاشیه راند، یا فراری داد، یا به خاک مذلت افکند، یا از هستی ساقطشان کرد، یا درخت محبوبیتشان را بیخ بر کرد، یا به لجن فضاحتشان آلود. سید علی برای اینکه تنها محبوب بیرقیب کشور باشد، بسیاری را از بلندای شهرت و وجاهت به زیر کشید و نابودشان کرد تا تنها خودش بر تارک تاریخ و جغرافیای این مرز و بوم بدرخشد و نه دیگری. راز این که بسیاری از شخصیت‌های محبوب کشور، چه هنرمند، چه دانشمند، چه پزشک، چه ادیب، چه نویسنده، چه سرمایه‌دار و چه کارآفرین، از ایران رانده شدند و در غربت فرسودند و آنانی که مانده‌اند اجازه آمدن به کشور را ندارند، در همین است که چه؟ که در این کشور تنها و تنها این سید علی است که باید محبوب برتر باشد. در یک مثال دم دست، شما اندازه محبوبیت هنرمندانی چون گوگوش و داریوش و ابی را مقایسه کنید با اندازه محبوبیت سید علی خامنه ای، که اگر خامنه ای 5% محبوبیت داشته باشد، اینان حتما بیش از 60% در ایران محبوبیت دارند. در هر کجای دنیا این دو جور محبوبیت هیچ مزاحمتی برای همدیگر ندارند. حتی سیاست مداران نام‌آور با خانواده‌های خیش در کنسرت‌های چند صد هزار نفری شرکت می‌کنند و لذت می‌برند. در اینجا یک کنسرت اینجوری از یک خواننده محبوب مثل ابی، تیرهای زهراگینی به سمت بیت رهبری پرتاب می کند و چشم حضرت رهبر را می آزارد. نه خیر، در این کشور مردم در اطراف یک نفر باید مجتمع شوند و تنها یک نفر باید محبوب باشد و آن یک نفر سید علی است. سید علی در این 40 سال تا توانست از کیسه مردم ایران پول برداشت و به این و آن بخشید تا ساختمان محبوبیتش بالاتر و بالاتر برود. وی به آسمان خراشی از محبوبیت می اندیشید که چون خورشید بدرخشد و چشم سنیان و نابکاران وهابی را کور کند و برای جهان تشیع غرور بیافریند. به همین خاطر
به همین خاطر است که همین جوری اسم خودش را نهاد رهبر مسلمین جهان، و به همین خاطر است که همین جوری غصه مسلمین جهان را می‌خورد و مرتب دست به جیب مردم ایران می‌برد و پولهای مردم ایران را بر سر هر بنی بشری می‌افشاند که زیر باران محبوبیت سید علی بدمستی کند. چرا نگویم ذات علمشنگه ها و شلطاق های شیعی سید علی جز برای محبوبیت در چشم مردم ایران و مردم جهان نبوده و نیست. سید علی آنچنان محبوبیت را دوست دارد که با گام های برون مرزیش به سمت جهانی شدن نیز خیز برداشت تا نامش در سینه تاریخ به شهرت و شجاعت و قاطعیت و رهبریت جهان اسلام ثبت شود و اعجاب همگان را برانگیزد و سیخ گداختی به چشم وهابی ها فرو کند و داغ سوزان سینه های سوخته و منبرها و حوزه ها و شخصیت های تحقیر شده از سنیان درازنای تاریخ را التیام بخشد. شوربختا که سید علی در معرکه جهانی شدنش چندان موفق نبود و با همه پولی که از جیب مردم ایران برداشت و در این راه خرج کرد و با همه بلندای دروغینی که بر آن ایستاده بود، ناگهان با ریختن بتن بر قلب راکتورهای هسته‌ایش با سر بر زمین نشست. امروز سید علی خامنه‌ای طبق آمارهای جهانی نامحبوب ترین یا به گویشی دیگر منفورترین شخص نخست در میان شخصیت‌های برتر جهان است. سید علی برای محبوب شدن خودش بسیار هزینه کرد، وقیحانه البته از کیسه مردم. تنها جایی که پول کیسه مردم به محبوبیت سید علی انجامیده استخدام بسیجیان و طلاب و حواریون مفتخار وی است که با اطمینان می‌گویم اگر پول کیسه مردم ایران نبود، بسیاری 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 از همین بسیجیان و طلاب و حواریون سینه چاک سید علی از طواف وی خروج می کردن و او را با آرزوهای خاک مالی شده شیعیش تنها می نهادن. یکی که پول ندارد، اگر شعوری و معرفتی و دانشی و ادبی و هنری نداشته باشد، نابود است. سید علی در این 40 سال به ضرب پول مردم ایران هم همه شعورش را و هم همه معرفتش را و هم همه دانشش را و هم همه ادبش را و هم همه هنرش را به کار انداخته و تلاش کرده نامی از خود بدرخشاند، اما به جایی نیز نرسیده. سید علی بدون پول مردم ایران نابود است. من محمد نوریزاد روزهای افول دم و دستگاه پوشالین سید علی را بسیار دم دست می‌بینم. یک روز مرد کهنسال زباله گردی را دیدم که پیراهن ژنده‌ای به تن داشت و گاری لغلغویی را هل می‌داد و داد می‌زد: خامنه‌ای کجایی که مجتبی تو کشتند؟ این مرد زباله گرد اشاره به فریاد چاقو خورده فرمان ناصر ملک مطیعی در فیلم قیصر داشت که برادرش بهروز وثوقی را صدا می زد: قیصر کجایی که فرمان تو کشتن؟ راستی خامنه ای در کجای کشور ایران ایستاده است؟ در کجای تاریخ؟ در کجای زندگی مردم؟ در کجای بهروزی ایرانیان؟ در کجای آینده؟ همه این کجاها ما را به سمت یک نکبت بزرگ آماری اشارت می دهند. راستی چرا در آمارهای داخلی و جهانی سید علی خامنه‌ای نامحبوب ترین یا بهتر بگویم منفور ترین است؟ رازش در این است که مردم دزدان و آدم کشان و مفتخاران و دروغگویان و بیهنران و ریاکاران و در یک قلم ایران خاران را دوست ندارند. محمد نوریزاد، 1 بهمن 97، تهران.